ارتباط نزدیکی داره مسئله مهاجرت با مسئله جهانی شدن، و این جهانی شدن در اصل در قرن 19 در اروپای غربی آغاز شده و همینطور در رابطه با ایالات متحده آمریکا. در اون موقع کالاها شروع کردن به جابجا شدن بین مرزها با سرعت زیاد، سرمایه ها شروع کردن به جابجا شدن، و تفاوت با امروز در قرن 19 این بود که آدم ها میتونستن کم و بیش به صورت آزاد جابجا بشن، و به خصوص وضعیت اون موقع به وجود آمد که اروپایی ها که در به اصطلاح خطر بودن، بیکار بودن، گرسنگی میکشیدن، از ایرلند، از آلمان، از پولند اینا روانه آمریکا میشدن، روانه استرالیا میشدن یا جاهای دیگه. مسئله جهانی شدنی که امروز مطرحه بعد از جنگ جهانی دوم اینه که ما به اصطلاح جابجایی کالاها رو داریم، جابجایی سرمایه ها رو داریم، جابجایی خدمات رو داریم، ولی در عوض برخلاف اون جهانی شدن قرن 19 جابجایی انسان ها بسیار بسیار دشوار شد. و اگر اون موقع اروپایی ها میتونستن به آمریکا برن، به مقدار زیادی تنش در اروپا کاهش پیدا میکرد، در به خاطر اینکه بیکارا حداقل یک افق دیگری داشتن برای رفتن. امروز این امکان جابجایی بسیار بسیار دشوار شده، و همونطور که آقای درویش پور گفتن مسائل جنگ هست، ولی مسائل اقتصادی رو هم اگر ملاک قرار بدیم، هیچ دلیلی نداره که کسانی که در موقعیت بد هستن و وضعیت خودشون رو به صورت جهنم میبینن، اینها نخوان از جهنم خودشون خارج بشن و به جاهای دیگه برن. البته بخش بزرگی از این جابجایی ها در سطح منطقه‌ایه. مردم آفریقا از یک کشور به کشور دیگه میرن، مردم در خاورمیانه هم همینطوره و در جاهای دیگه هم همینطوره. حتی مهاجرت از جنوب به شمال شکل خیلی نمایشی تری به خودش گرفته، و با توجه به اینکه در بخش بزرگی از جهان فقر گسترش پیدا میکنه، در حالی که البته این را مطبوع در بخش دیگری از جهان هم شکوفایی اقتصادی هست، چینی ها عوض شدن، هندی ها عوض شدن، برزیل و آمریکای لاتین عوض شده، در اینجا هم میتونن بخشی از مهاجرا شاید در سالهای آینده به جایی که به طرف اروپا بیان، شاید به طرف مناطق پیشرفته جهان سوم برن.